تو کار جدیتر که آشنا شدیم دیگه شادمر اومد گیتار رو شروع کرد، دید که ویولون زیاد در حقیقت پاسخ خواستهاشو نمیده، گیتار شروع کرد و خب خیلی بعد از اون توی گیتار تمام ضبطا رو میرفت میزد، مثلا همین نوازنده هایی که هستن، چون اون زمان بابک امینی در حقیقت تمام ضبطا رو میزد، تمام کاست ها رو در اینجا جمع میکرد. شادمر کمی بعد از این داستان میاد و در حقیقت میدان در حقیقت کاری بابک امینی رو میگیره ازش، تا میرسه به موقعی که دیگه بعد از گیتار زدن خسته میشه و میرسه که تصمیم میگیره بخونه. بعدش هم یه روزی هم میاد به من میگه که آقا پول تو ساز نیست، پول تو خوانندگیه. منم بهش میگم که مگه تو صدا داری؟ خب من خیلی وقت خوندم. گفتش میخونم. چرا که نه، ببین میخونم چجوری میخونم. بعد خب ما هم خیلی جدی نمیگرفتیم بخواد بخونه. بعد نه من، نه هیچ کس. بعد خودش هم جدی نبود در ارتباط با خوندن، ولی خب به هر حال سعیشو کرد و خب به هر حال اون اتفاقاتی که افتاد دیگه دعاتی بودش. قبلش البته کاست های بدون کلام ویولون داد بیرون، بعد دعاتی بود، بعد دو سه تا قطعه هم از تل صدا سیما به سختی پخش شد. بچه ها همه رفتیم شفاعت میکردیم که بذاره پخش بشه، آقا شهبازی هم پخش نمیکرد. و بعدش هم که پخش شد و اون در حقیقت یه مقداری محبوبیتش رو به دست آورد، دیگه ارشاد اجازه کنسرت نمیداد بهش مدت ها، که باعث شد که مثل خیلی از بچه ها که از اینجا رفتن اونم دست به رفتن بزن. تو همون زمان هم که بعد از اینکه با هم توی خیلی از کارها میرفتیم و میومدیم و خب با هم خیلی کنتاکت زیاد داشتیم، دیگه بعد از اینکه وارد کاست دعاتی میشه با بهروز سفاریان خیلی نزدیک میشه و کاست ها رو جمع میکنن. جفتیشون هم در حقیقت از همین مسئله رنج کشیدن که نتونستن کارهایی که زدن رو کنسرت بدن.